تقاضای طلاق داد. ولی امکان توافق هم داره که شما با هم زندگی کنید. فرزندهای بزرگ دارین. دارم بهشون گفتم این مطلب جدا بگو. اجازه بدید. این آقا رفتن کلانتری از دست من شکایت کردن و اونجا اعلام کردن که خانم من اونجا نوشته است. با کسایی که من راضی نیستم و به آقای به نام ناصر بخشی رابطه تلفنی دارن. مأمور اومد تو خونه ما پسرای من سر سفره نهار نشسته بودیم. شاهدم. مأمور اومد به من گفت خانم شما با آقای بخشی رابطه تلفنی داری؟ گفتم بله. گفت چه نوع رابطه‌ای؟ گفتم رابطه یه خواهرزاده با داییش. اصلا مأمور همینجوری مون گفت شوهر شما دیوونه است که اومده اونجا توی انظار مطرح میکنه خانم منش تلفنی رابطه داره با یه همچی آقایی. بعد دایی من رفته از قبول داره این حرف رو. هستش فرمانده نش هستش اونجا هست. کلش نیست ولی اون برنده که ایشون اعتراف کرده. ایشون به اجازه بله گفتم من رابطه تلفنی دارم. دروغ میگه. ایشون که تمام دارم. من حاضرم قسم بخورم. ایشون اعتراف کرده. ایشون اصلا قسم بخورم. ایشون اصلا اعتراف کرده. من به مدت 30 سال چند خونه اینا زندگی کردم. من تو یک بار بدون اجازه از خونه بیرون نرفتم. من حتی یک بارم خلاف نکردم. این آقا تمام زندگی رو به من جهنم کرده. یعنی من تو خونه من تو اختیاری که با بچه خودم حرف بزنم ندارم. یعنی اینقدر این رو با رفتار خوبتون میتونید تغییر بدید و به عکسش. نمیشه. من الان 30 سال دارم تعامل میکنم و دارم هی به خواسته هاش توجه میکنم که شاید متوجه بشه که من قصدم زندگی کردنه. ولی این آقا اصلا متوجه نمیشه. یعنی اون چیزی که من بهش محبت میکنم اینا رو جزو وظایف من میذاره و توقعش بالاتر میره. ببینید آقا تلفن تو خونه ما هست ولی من حق برداشتن تلفن رو ندارم. اگه 100 تا زنگ بزنه من بغل تلفن نشستم ولی حق ندارم تلفن رو بردارم. زن بعد از مرد خوب اختیاردار خانه هست و شما رفتارتون رو جوری بکنید که موجبات رجوع فراهم بشه، ایشون جذب بشه، رجوع بکنه به شما و به هر حال یه جوری باشد که رفتارتون و خودتون رو چون که رجوع با طلاق رجعی هست، طلاق خلعی که نیست، طلاق رجعی اگر ساده شد ایشون رفتارش بده با ما ایشون حقوق به شما رو داد، طلاق رجعی داد شما رو اون وقت شما باید رفتارتون یه جوری بکنید در خانه برای شوهر میتونید آرایش بکنید به جوری که ایشون جذب بشه و این طلاق انجام نشه. شما باید یه کاری بکنید که ایشون جذب بشه در زندگی و از این طلاقش مسئله بشه. حالا داورهای شما بله داورهای شما نظر میده به هر حال حتی امکان شما رو به سازش میرسونن. این برای این است که اگر اونها نظرشون بر متارکه شما انجام شد تازه بعد از طلاق هم که صیغه‌اش جاری شد 3 ماه و 10 روز رو در یک منزل با هم باید شما زندگی بکنید. نمیشه دیگه چون طلاق رجعیت باید با هم باشید. باید اگر شما نخواست اگر شما نخواسته باشید طلاق خلعی میتونید بگیرید که از هم جدا بشید. طلاق خلعی حقوقتون همش از بین نمیره. 500 تومنش 1000 تومنش میبخشید میشه طلاق خلعی. همش که لازم نیست بین ببرید. من با 1000 تومن تو خونه این آقا گذاشتم. با 1000 تومن با 500 تومن میتونید شما بعض کنید و بعد طلاق خلعی دریافت کنید و وقت رجوع با شما میشه. اون دیگه مراحل بعدی شد. هنوز اونجا نرسید. شاید هم اونجا نرسید. سلامتی. بفرمایید. خدا حافظ. شما بذارید خودش صحبت کنه. خودشون صحبت کنه. شما نظرتون چیه؟ من موقعیت دولت هم بعد میتونم فرامو بیل کنم بیام دنبال ایشون. طلاق هم بده ایشون طلاق. ایشون طلاق. من طلاق. خب. برای اساس نامه‌ای که من برای پرونده گذاشتم پهاشیایی که به من کرده، بی‌حرمتی‌هایی که به من کرده. شما ریس مجلس هستید. آقای قاضی ورده جنسی داره. من از بعد از تحصیل من این مشکل رو پی بردم و به جهت حساب روی پدرم هر ماه اصل رفتم عشق میریختم در مشهد. من هر جا رفتم عشق میشم. این آقا ناراحت جنسی داره. برای حضور دادم. شما ناراحت جنسی داری یا نداری؟ من این رو نمیشه بگم. ما هم بستری نداشتیم. ما شب عروسی نداشتیم. من هم بستری هر وقت بوده من طرف ایشون رفتم. درست نیست گفتن این حرف توی بس توی یه همچه جرمی که همه هستن بزرگم ولی حالا میگم حالا اجزه بدین این انجام بشه. آقای جنسی داری یا نداری؟ بله شماشه دکتر تشخیص میده. بله داری یا نداری؟ شما دکتر داری؟ اگر بشین که انجام بشه طبقه این نامه که من طبقه این نامه که من اگر داشته باشه این شما این مرد مشکل شما باید داد بحل بکنه. شما بپرس اول از بخصوص نستی شما 5 سال با برادر من زندگی نکردید. مهریه هم اگه میخوایی مهریه میگن جوره میگن که شما اگر واقعا 5 سال باشون زندگی کردی بله. زندگیشو تأمین کردی آرامش دادی بهش مهریه بگی. اگر واقعا نمیخواست چی داشت؟ در اوج مریضیشو همین الان ما امضا میکنیم. آشان مشکل مهریه پس دارین؟ شما مشکل دارین با انجام بشه بزنید. آقای بازی من باشون برم شما تشریف برین بهتره دیگه با هم باشه.
که یک سال برگشه من میگه یک سال با مردم زیر مردم دیدی که من نباید به شما بگم آقای دهی همین الان به این قرآن اینا کلام مردم میاد تو رو خدا چطور به اون جوونی الان ثابت بشه و محکوم به خدا شاهده تمامش میارم آقای دهی محکوم بشه هفته من فوری میگم به این خانم گفتم فوری ها برو با شما شکایت و شلوغ نکن شما شو کی دیده بود تو برگردی من حالا روح میگه شاهدش بیار اینجا تو این بار اول نیست شلوغ میکنی هر که در دادگاه شلوغ کنه پنج بار داشت. نه با من بجو شما بزنم. آقا بیرون باش تا شاهدش بیاره. شما بزنم. شما بزنم. شما بزنم. که شما نیست میگه من بچه نمیدم شما نمیتونی بگم بچه رو نمیدم برای اینکه شما بیرون نشسته بودش چه حرف زشته خدا وکیلی من داره گفت یک سال با من روی من مردم خوابیدی بله شما او اگر شما این جهت ثابت کرده و هفتاد شلاق اونجا بهش میده به خدا این آقای محترم خداییش بود یا نه شما بیرون نشسته بودید شما هم آمدید یک کار کردید که دیگه توهین من بی حرمتی نمی کنم درسته یه معلم وقتی یه نمره 20 میده وقتی یه 0 میده وقتی پاره بکنیم بی حرمتی به سعی کردن معلم دروغ میگه من پاره نکردم خودش کرده خواسته اینجا منو محکوم بکنه خودتون میگید که من بچه رو نمیدم اگه حرف شماست که بچه وقتی که حق او بود حکم صادر شد اگر حکم صادر شده باشه هر حال میتونید شما بچه رو ندید من گفتم تو دو ماه دیگه دیواسر موسرم دستور داد بچه من میرم یه کار دیگه میریزم حالا بهت نمیدم حالا بود دنبال بچه خب به رضایت چی میخواد بگیرید اگه میخواد بازداشت به رضایت چی میگیرید اونم خداشه اونم خداشه اون میخواد منو فقط میخواد جلوی خود بکنه من هیچ موقع نمیکنم خب ما دیگه شما کار نداریم وقتی دست دیگه دو ما دیگه بفرمایید آره دیگه حالا پنج روزشو تقلیل میدیم یه روز یه روز بازداشت باشه لااقل بس یه روز حالا باشه یه روز بازداشت باشه یه روز بازداشت بچه هم که پدرش بگیر نه بچه هم که پدرش بگیر بچه های باید نزد پدر باشه نمیدم من یه روز هم پیش خواهم باشه تا روز دادگاه شما یه مرد در که ازدواش کرده به جمعیت بیرون نشسته من میارم قرآن اللیلا که حفظ دیشته من ازدواش شما هیچ نمتی روش بگیم بیانم ایشون تو آقای محترم بیه خانم هم هست پلان شکایت کنید شهادت دادن درسته شما بودید ایشون چیکار کرده اونجا؟ ایشون تو ایشون حکم پاره کرده چیکار کرده؟ نه قربان نه اصلا میام. نه ایشون چی کسی بود؟ میگه ایشون بخوام من نمیدم من گفتم گفتم آقا ریاست هم به من بگید دو ما دیگه دوباره شکایت رو رئیس دادگاه میکنم دوباره میرسم دو ما دیگه حکم پاره کرده بشه نه ایشون دروغ میگه من میگم یه بیعتقی میکنم به شما دست شماست دیگه خیلی خوب حالا برو حالا که اینجوری هست برو منتها راجع به فرزند شما نمیتونی بگی من فرزند بهش حق اون فرزند اگر شما بچه نگه داری بهش ندی او شکایت بکنه در این رابطه یا زندان محکوم میشی یا 300,000 تومان جریمه داره 6 ماه زندان داره میل خودت بفرمایید بفهم حالا این ما هم گذشت وقتی شما دو ما دیگه نامه ما رنگ دیدین که من شکایت نمیشم تو حالت عصبانیت داشتم چه شدم میتونید اعتراض کنید رو تجدید نظر آها مرسی دوباره برم شکایت مرسی خیلی ممنون خدا پدرت دست کرد بابا کاری نداره این میشه یا نه سلامت بفرمایید ازدواج کردید وقتی که ازدواج بکنید بعد از شما دیگه به شما نمیرسه خاطر خدا به خاطر ما من این شکایت کردم من فایده نداری که شما ساده شده من حداقل یکی شده من میدونم من شخص که مهریه بخشیدم خب الان نمیتونم که دیشب به خدا آقای رئیس به امام زمان به حضرت امام دیشب تا صبح من با شما صحبت میکردم تا خود صبح میگفتم آجا تو خدا تو امام زمان تو به جان بچه‌ها این اقلا به من میگفتی
یا اینا من الان تا 20 روز دیگه وقت دارم نمیدم الان تو 20 روز دیگه گفت 20 روز دیگه دیگه نمیتونی یه کاری کنی من الان ببینم ولی من به خود روانیش کنم اینو بقام بدم حداقل یکیش مال و یکیش مال من جلسه دارم شما کار ندارم شما خدا شما کار ندارم شما بیدم من ندیم دیگه شما من به خود روانی میشم به قرآن مجید این بچه هم چی روی قرار داره حداقل این که 4 ساله نمیشه به خاطر خدا رحم میکردی نمیدادی به من بود نیستش به امام حسین به مرگ این کفالش کنم اون اصلا نیست اون صبح میره سر کار شب میاد شما اضافه همه برم بیرون کارشون ندارم به شما هم کار ندارم کنم بیرون بگی من برم بارتا این همه بیرون کنید شما باشه خانم برید بیرون بفرمایید شما هم برو بیرون آخر وقت باش صحبت میکنی بگی راضی بشین به من بده برید شما کارتون ندارین میگم بفرمایید ببین من به خاطر بچه‌ی 20 روز دیگه به واقعا 20 روز هم میگم 20 روز پیش من باشه به خاطر تا سو سر زدم سینه گریه میکنم بشینا بیرون الان یه آخر وقت بشینا آقا رئیس تو خدا باز باید بیان به تصدیق کنم ببرم دو مرتبه بازداشت کنم که اینجا به خدا دیشب با شما فقط تو خواب صحبت میکردم ولی اینو میگم نمیتونم برو بیرون کار ندارم برو من بمونم بیرون آخر وقت برو جواب بدی